هفته پیش عبدالرضا نیکبین عبدی در تهران درگذشت. از او به عنوان یکی از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق به همراه محمد حنیف نژاد و سعید محسن یاد می شود در گزارش ها و اظهار نظرهایی. اما در روایت رسمی سازمان مجاهدین خلق روایت گونه دیگر است. نقمی میزنیم به تاریخ معاصر، به سیاق تاریخ شفاهی و رد این پرسش را در گفتگو با ابراهیم آوخ از رفقای نزدیک و همرزم رضا نیکبین میجوییم. آقای آوخ، درود بر شما. سلام میکنم به شما رفیق سید عزیز و شنوندگان گرامی. آقای آوخ، من فکر میکنم که بسیاری به مانند من شاید نام آقای نیکبین رو به عنوان بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق نشنیده بودن تا اینکه متاسفانه خبر مرگشون اومد در روز یک شنبه اول مرداد ما که بر اثر ابتلا به سرطان درگذشتن در تهران. بعد از این بود که بعضی از این خبرها گفته شد یکی از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق. شما اینو چطور توضیح میدید؟ بله، اصلاً که در واقع اسم نام بنیانگذاران سازمان مجاهدین درست بعد از انقلاب بهمن بود که مطرح شد و خب سازمان مجاهدین عمدترین جریانی بود که این صدا را در واقع به گوش مردم رساند و دلایلی داشت مجاهدین که حذف بکنن نام این آدمو، نام عبدی رو از کل سازمان چیزشون حذف بکنن. به این دلیل مشخص که اولا عبدی خب خوشبینانه تا حالت چیزشون زنده بود و در درون جامعه بود، شاید نمختنتش بیارن، ولی به نظرم مسئله اصلی نبود. مسئله این بود که اولین کسی که این سازمان مجاهدین اعلام کرد که به اصطلاح این ایدئولوژی پاسخگو نیست عبدالرضا نیکبین بود و اگر اونو مطرح میکردن مجاهدین به عنوان بنیانگذار برایشون بار سنگینی داشت. اینا مثلا هرچی بیشتر خودشون رو به مذهب و جریانات مذهبی وصل بکنن که شاید بتونن در حکومت در هر کجا یه دستی داشته باشن. ولی اگر مطرح میکردن که عبدی از بنیانگذاران بود، عبدی کسی که به اصطلاح مذهب رو یک رد کرده بود رفته بود، اون موقع نمیتونستن پاسخ بدن به مسائل بعدی که اتفاق افتاد در درون مجاهدین، تغییر تحولات ایدئولوژی، اون چیزی که همواره اینا به عنوان به اصطلاح بیشتر چیزی که مطرح میکنن که انگار یه عده به قول معروف کمونیست به صورت چتباز وارد شدن و کودتا کردن و سازمان مجاهدین رو از تبدیل کردن به یک سازمان چپ. و اینجا بود که اینا آمدن و آگاهانه روی بخشی از طرف خودشون در واقع می پوشندن و اسم عبدی رو اصلا در بیرون نبردن. البته فراموش نکنیم که سازمان پیکار عبدی رو به عنوان بنیانگذار اولی سازمان مطرح کرده بود در تاریخچه خودش، منتها تبلیغات و گستردگی مجاهدین طوری بود که همه چیز رو تحت پوشش قرار داده بود. این یک به اصطلاح چیز عمده و اساسی این بود. و شاید عبدی ویژگی دیگر داشت که خیلی از اعضا و کادرهای مجاهدین هم در اون زمان مستقیما عبدی رو نمیشناختن. عبدی به عنوان به اصطلاح یک فرد در درون سازمان با بچه‌ها اونچنان ارتباط گسترده‌ای نداشت که بخوان مثل محمد یا محمد حنیف نژاد یا سعید محسن بشناسن. بیشترش خیلی بودن که از طریق نامش، خود کادرهای مجاهدین از طریق نامش آشنا بودن با عبدی. و من فکر میکنم اساساً مسئله این بود که مجاهدین در واقع میپوشندن یه اصلی رو از تاریخچه خودشون. این تاریخچه رو مسعود رجوی تدوین کرد یا شما خبر؟ من خبر ندارم دقیقاً، ولی هر کدوم که هر اگه تمامشون هم مطرح کرده باشن همشون این واقعیت رو میدونستن. همشون میدونستن که عبدی نفر اول، حتی به لحاظ فکری نفر اول سازمان بوده.
ولی آگاهانه در حال حذف کردن دیگه، حالا یک نفر یا همشون هر شکلی بوده در حال اینو مثلا پوشوندن. آقای آوخ، شما رابطتون با عبدی چگونه بوده؟ من عبدی رو سال 44 بود، تاسون 44 اولین باری که اومده بودم تهران، میخواستم برم کنکور دانشگاه بدم از جهرام، اومدم به دلیل رابطه ای که با سعید محسن داشتم، که سعید مدت ها جهرام بود، مدتی جهرام بود دوری سربازیش و اینا، و اونجا ما محصلی داشتیم و سعید هم با معرفی تراب اخشناس در واقع اومد وارد اون محفل شد و در واقع تبدیل شد به جهت دهنده اصلی این محفل، محفلی که بسیاری از بچه هایی که تو اون محفل بودن بعدا به مجاهدین پیوستن و عده از اینا کشته شدن در جریانات مختلف. من که اومدم خب طبیعی بود که بخوام برم برای دیدار سعید، و همون تابستون رفتم دیدار سعید، خونه سعید، و اونجا اولین بار عبدی رو دیدم. و بدون به قول معروف چیز بخوام عرض کنم، به شدت تحت تاثیر خصائل و روحیات عبدی قرار گرفتم، چون درستی که دو روز بعد چند با هم رفتیم همراه با بچه ها کوه، برای اولین بار من میرفتم کوه شمال تهران، اونجا در مجموع عبدی رو به عنوان یک آدم صاف، پاک، صادق و ساده زیست دیدم و خیلی خوشم اومد و از همونجا به هر حال سعی میکردم حالا هر شکلی که باشه، گایگوداری هم که باشه، عبدی رو ببینم و به قول معروف بهره ببرم. تو برخورد اولیش نشون میداد که آدم با فکر سابقه زندگیش هم نمیدونم بگم بعد نیست، شاید ایشون بچه مشهد بودن که توی کانون نشر حقایقی که آقای تقی شریعتی و احمد طاهر احمدزاده و اینا راه انداخته بودن، در اونجا به عنوان یک جوان دانش آموز حضور داشت و فعال بود، بعد میاد دانشگاه میپیونده به نهضت آزادی، حتی با جنات دیگه هم البته تماس داشت و ارتباط داشت، ولی بیشتر اساسا با نهضت آزادی کار کرد و همونجا بود که از طریق تراب با سعید محسن و محمد حنیف‌زاده آشنا میشه و جمع و در واقع جمعشون از اونجا جمع میشه و تشکیل میشه. و آدمی بود که به طور کلی دروی از خودشون نمیداد، آنجا که قرار بود مبارزه بکنه با تمام وجود میمد و میایستاد برای کارش و دانشگاه رو ول کرد، اومد به عنوان بسیار یک کادر حرفه‌ای شروع کرد فعالیت کردن، زمانی هم که به این نتیجه رسید که نمیتونه این مسئله رو با این شیوه پیش ببره، یعنی قبول نداشت اون مشی و اون روش و اینا، و خیلی صادقانه مطرح کرد پس از اینکه به اصطلاح مدت ها با خودش درگیر بود، صد این قضیه که حل و فصل میکنه، صادقانه مطرح کرد و صادقانه رفت. یعنی کنار. این پریود مجموعا حدود 2-3 سال طول کشید دیگه، یعنی از زمان شما از 4 سال از موقع تشکیل سازمان مجاهدین تا رفتن عبدی 3 سال نیم نزدیک 4 سال طول کشید، 3 سال نیم 4 سال بعد در سال 44 بله؟ بله 44 که تشکیل شد عبدی بود، از بنیانگذاران بود و نیمه فکر کنم 47 یا شاید نیمه دوم 47 بود که عبدی دیگه کلن سازمان رو ترک کرد. بعد جز بنیانگذاران سازمان مجاهدین در روایت رسمی مجاهدین علاوه بر سعید محسن که شما نام بردید و محمد حنیف نژاد، اصغر بدیزادگان هم هست. شما ارتباطی با اصغر بدیزادگان هم داشتین از نزدیک؟ بله اصغر من خوب میشناختم، سالها با هم بودیم، موقعی هم که با هم اومدیم فلسطین خارج با هم بودیم و خب بعدش هم که قبل از اعدام ها زندان تا شب آخر اعدام که ما هم زیر اعدام بودیم با هم بودیم که اونا اعدام کردن و ما نه. اصغر در واقع از بچه اولیه مجاهدین بود، ولی حدود 1 سال پس بعد از اینکه سازمان تشکیل شد اومد جز رهبری قرار گرفت. 3 نفر اولیه‌ای که به اصطلاح
صحبت کردن و تصمیم گرفتن و به قول معروف اولین هسته را تشکیل دادن و رسما از اونجا بود که پس از اون تصمیم وارد ارتباط با دیگرون شدن، عبدالرضا نیکبین بود، سید محسن بود و حنیف نژاد و اینا بودن در این قضیه. بعد با اصغر و دیگرون تماس میگیرن، منتها اصغر همواره باشون بود و جز اولین بچه ها بود و یک سال بعد به عضویت راقع بخش روی نفر چهارم رهبری سازمان مجاهدین اون زمان شد. روابطشون چگونه چه گرفت؟ یعنی بیشتر کار تئوریک میکردن یا کار عملی هم همون زمان در دستور کارشون بود؟ اون زمان کار عملی در واقع به مفهوم عمومیش نه، ولی اگر بخوام بگیم که ایجاد تشکیلات، آره اساسا این بود که اینا بچه ها پس از این دور مبارزه و تجربه زندان به این رسیده بودن که مبارزه رفورمیستی که در گذشته صورت می‌گرفت، پارلمانتاریسم یه پاسخگو نیست و نتیجه‌گیری کرده بودن با توجه به مجموعه به اصطلاح مبارزات که در سطح جهانی بود، طبعا تأثیرات خودش رو بچه ها داشت، اینها به قهر انقلابی میرسن و آخرین به اصطلاح با قول معروف فعالیت پارلمانتاریستی رو همون حرکت مانس بازرگان و اونجا میگن که دیگه پایان این حرکته و باید حرکت جدی آغاز کرد و برای اون که بتونن مبارزش رو به طور جدی پیش ببرن، اولین چیزی که درزشون طبعه به حق یک سازمان به قول معروف مخفی، یه تشکیلات مخفی، یه تشکیلاتی که شروع کنه خودش رو به لحاظ فکری ابتدا آماده بکنه، پس از اینکه خودش از نظر فکری آماده کرد، مرحله بعد به وارد مرحله به اصطلاح عملی. و همون موقع به این مشی مسلحانه هم رسیدن یا بعدن؟ مشی مسلحانه به مفهومی که بعدا مطرح شده به فهم عامش که الان مطرح هست، نه، اونجا فقط بیشتر بینش شدن که از طریق مسلحانه، از طریق قهر انقلابی، ولی چگونگیش هیچ روشن نبود اول. و چند سال خب کار کردن بچه ها تا رسیدن و به تدریج پس از یه پروسه اولیه، بیشتر چیزی که ذهن اون موقع به اصطلاح رد کرده بود مسئله کاری شبیه انقلاب الجزایر که حرکت از شهر آغاز بشه به روستا و کوهستان برسه و در واقع حرکت عمومی فراگیر. برای این کار میبایست یه تشکیلاتی ایجاد بکنن که به لحاظ تئوریک توان راهبردی داشته باشه، به لحاظ عملی هم به اندازه کافی بتونه وسیع و گسترده باشه. و چیزی که از همون اول مطرح بود، مسئله ارتباط توده ها، سازماندهی توده ها، و بدون اونم میدونستن که به جایی نخواهند رسید. روی این خیلی تاکید میکرده. در جایی شما هم نوشتید و کسی دیگه هم نوشته، به نقل از رفیقی گفتین تکرار میکرده که سرت چون مار ماند و پایت چون مار ماهی، منافقی چه کنی، یا مار باش یا ماهی. چون کار توریک میکردن و به خصوص کار ایدئولوژیک، این مسئله ساز شده بود، یعنی عبدی به خاطر این دوچار شدن بین تناقض بود که از فعالیت کنار گرفت؟ نه، عبدی پس از یک دور فعالیت در واقع تشکیلاتی، اینجا خوبه که توضیح بدم که عملاً یک تقدیم کاری بین رفقا سید محسن و محمد حنیف نژاد و عبدی به وجود اومده بود، به این صورت که عبدی علاقه ویژه‌ای داشتن میشه روی مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کار بکنه، کمتر روی مسائل قرآن و نمیدونم نهج البلاغه اینا تمایل داشت، بیشتر روی قسمت‌ها کار میکرد و پایه آموزش تشکیلات هم در واقع خود عبدی ریخت و میریخت، کتابا رو میخوند، کتابای دانشگاهی که دوره‌های مختلف که بود این مطالعه میکرد، بررسی میکرد و اون بود که پیشنهاد میداد که خونده بشه، اینطوری پیش بره، بعد کتاب اون یکی خونده بشه و الاخر و مقالات و تحلیل هم این روش. بنابراین این متمرکز شده بود روی مسائل تئوریک. سعید و محمد عموما به مسائل تشکیلات می پرداختن،
جلسات اداره میکردن، سازماندهی میکردن و غیر ذالک. عبدی به هر حال پس از یک پروسه مطالعاتی و یک پروسه کار به این نتیجه میرسه که چون بعد از اون تحولات سال 40 بود، مسئله به قول معروف نفت با تولید بالا رفتن تولید نفت و گاز تو ایران خودش یک مسئله مهمی بود. قیمت نفت بالا رفته بود و درآمد مملکت به قول معروف در حدی بود که بتونه تحرکات ایجاد بکنه و به این جلسه بود که بر صورت یک دور رشد اقتصادی توی جامعه وجود داره، یعنی به وجود میاد. ولی تو این دور که این رشد اقتصادی به وجود میاد، مردم نمیپذیرن حرفای ما رو، مبارزه ضد امپریالیستی، نفی استثمار و و و مسائلی که اونجا مطرح بود. بنابراین این که ما میگیم که به اصطلاح الان شرایط انقلابی ها چنین چیزی نیست، شرایط انقلابی رو نمیدید و بیشتر رکود مورد نظر میدید. روی این تاکید میکرد که ما با قول من یه مثالی هم زده بودم که خودش گفته بود در واقع موقعی که مطرح میشد این مسائل، گفت که ما در واقع مثل پیکان تیر و کمان هستیم. اون نوک پیکان اگه به اون چوب بس نباشه، هر کدوم ممکنه این طرف بره. در این پروسه روبروی ما میشیم به قول معروف نوک پیکان، یه راه خودمون بریم، توده ها میشن چوب و این هر طرف هیچ کدوم به هدف نخواهند خورد و معلوم نیست نتیجه این کار چه خواهد بود. به هر صورت از نظر سیاسی راه حل روشون نمیداد. از اون طرف چه بگی که خب حالا این نه وضعیت اینطوریه، ما چگونه باید حرکت بکنیم؟ از این زاویه هم به نتیجه نرسیده بود که چه راهی پس درسته، چون به هر حال جامعه رو میدونستیم که جامعه بعد از مثلا تغییر تحولات سال 40 از فئودالیسم به سرمایه‌داری گرویده. مسئله تضاد اصلی جامعه، مسئله کار و سرمایه مورد نظر ما بود اون موقع و نفی استثمار رو اساسا رو این مسئله تاکید میکردیم. خب برای حل این تضاد اصلی جامعه، اگر نمیشه قهر انقلابی، اگر نمیشه از این طریق پیشبری، چرایی عبدی چیزی رو پیشنهاد نمیکرد. به بنبست سیاسی رسیده بود. ولی مارکسیست شده بود. بله. میشه گفت که میشه چنین نتیجه‌ای گرفت که در واقع نطفه‌های آن چیزی که در سال 54 در سازمان مجاهدین پیش اومد، حالا صرف نظر از شکل جدا شدنش و شکل تغییر ایدئولوژی دادن که خب خیلی درناک بود، در واقع در بطن خود این شکل گیری، یعنی در زمانی که نطفه ریخته میشه، گذاشته میشه، اونجا این وجود داشته. دقیقاً من عرض کردم در اینجا نوشتم که اگر عبدی به اصطلاح به بنبست سیاسی نمیرسید، به نتیجه میگرفت، ممکن بود سرنوشت سازمان مجاهدین هم موقع تغییرات دیگری بکنه. از همون روز اولی که سازمان به اصطلاح موقع اسم مجاهدین نداشته به عنوان سازمان تشکیل شد، از همون روز اول این مسئله مطرح بود. از همون روز اول مارکسیسم به عنوان علم مبارزه در دستور کار بود. تمام آثار مارکسیسم مطالعه میشد. آثار لینین، آثار ماو، حتی یه دوره که حتی تو خودمونم به شوخی میگفتیم مسلمانان ماویست. و طرز تفکری که بود اصلا نه تنها این را رد نمیکرد، بلکه برای حرکت ضروری میدونست مثلا دستاوردهای مارکسیسم با علم مبارزه میدونست و تاکید میکرد روی قضیه. و از همونجا خب نطفه اولیه‌اش بود و بعد مسئله مهمتر مسئله نفس استثمار بود. تحلیل طبقاتی که از همون ابتدا شروع میشود، تحلیل طبقاتی کاملا مارکسیستی بود. طبقه کارگر، خرده بورژوازی، دهقانا، فلانی حرفا، و پیشرو بودن طبقه کارگر و به اصطلاح پیشرو بودن تاریخی طبقه کارگر تاکید میشد همون موقع رو. خب تمام این مثلا نطفه ها اونجا وجود داشت و همون موقع که تازه بعد از عبدی مثلا ختم شد، بلا فاصله بچه های دیگه بودن که این گرایش اساسشون نشون میدادن و نشون دادن و بحث بود توی سازمان. حوزه های از سازمان بود که اصلا چیزی به نام مثلا حوصله با قول محروم قرآن خوندن و یا مثلا فرض کن نهج البلاغه اینا نداشتن، اساسا رو مسائل دیگه تاکید میکردن. اون موقع شمار مجاهدین، کادرهای
رد اول رد دومش اینا چقدر بود؟ اون موقع سال 47 دقیق الان نمیتونم بگم، ولی میدونم چه جلسه ای که نشستی بود که در رابطه با مسائل همین عبدی و رفتن عبدی صحبت شد و به قول معروف که پیشنهاداتی که عبدی داده بود، که حالا عرض میکنم 3 تا پیشنهاد مطرح کرده بود روش بحث شد، و بعدم مسئله استراتژی که همون به اصطلاح به موارد مسلحانه توده‌ای، البته از نوع به اصطلاح بیشتر گفتم شکل ترکیب چینی الجزایری که بخوام بگم بیشتر تو ذهن جا افتاد اولش، و بعد البته تحولات دیگه شد که به مبارزه مسلحانه جاری شهری شد. اونجا حدود کادرا نه به اصطلاح افراد تازه عضو شده یا فلان افراد، سمپاتا نه، ها سمپاتا نه، کادرا نه 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 کادرایی که به اصطلاح دی الان 3 مرحله آموزشی رو به قول خودمون طی کرده بودن، مرحله اون چیزی که تحت عنوان به اصطلاح کادر همه جانبه مطرح میشد که باید ساخته بشن، به اون هول و هوش داشتن میرسیدن. اینا 32 نفر بودن، ولی سال 50 موقع دستگیری ها اونهایی که دستگیر شدن افتادن زندان حدود 157 نفر فکر میکنم دستگیر شدن، که خب بقیه هم فراری بودن دیگه. این تصمیمات شما گفتین در جلسه تصمیم قرار شد دو سر پیشنهادات عبدی گرفته بشه، این تصمیمات به شیوه دموکراتیک انجام میشد؟ بله، اتفاقا همین نکته خوب مطرح کردی. در اون زمان حالا هنوز مرحله عمل نرسیده بود، مرحله آماده سازی بود. در اونجا روی اصل به اصطلاح تصمیم جمعی، رهبری جمعی خیلی تاکید میشد. بنابراین اونجا موقعی که تصمیمی گرفته میشد، هیچ وقت تحصیل مثلا فرسون به خودم مثلا بگم به خودم ابلاغ نمیشد که این تصمیم گرفته شده شما این کارو بکن. هر اگر فرض کنید مرکزیت هم یه نتیجه گیری میکرد، نتیجه گرفته بود، میمدن مشاوره میکردن، بحث میکردن و طرف یا قانع میشد یا قانع نمیشد، بالاخره در احساس نمیکرد که خودش شریک نیست توی قضیه. و بعدم برای حتی آمادگی یک کاری خود طرف اگر قبول داشت و اگر آمادگی داشت، آمادگی داوطلب شدن داشت، داوطلب میشد. اون مرحله میگم همه چی به صورت توی بحث و شرکت به صورت رفقا و اهل فتح میشد. به همین دلیلم که برخورده به قول معروف خشن هرگز پیش نیمد، چالا باز این مسئله میرسیم اگر وقت داشته باشیم. بعد وقتی که اون جریان در سال 54 تغییر ایدئولوژی و اینا با وجود اومد، این آقای عبدی چی میگفت؟ کجا بود؟ دستگیر شده بود، در زندان بود؟ عبدی در سال 52 دستگیر شد و من باهاش نبودم، چون من اون زمانی که عبدی دستگیر شد من زندان شیراز بودم، عبدی تهران بود و هیچ ارتباطی باهاش نداشتم و نمیدونم سر این مسائل چی میگفت. ولی قطعا با توجه به شناختی که ازش دارم، همینطور که حتی ماها قبول نداشتیم تو زندان، مثلا زندان شیراز، بچه‌ای که تو زندان شیراز بودیم، کادرهای مجاهدینی که اونجا بودیم، برخوردی که در بیرون صورت گرفته بود قبول نداشتیم، نقد داشتیم بایش. یعنی اون تصفیه، اون تصفیه ها و اینها رو. بله 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 اون نقد داشتیم و قطعا عبدی هم نظرات خاص خودش داشت، من از نزدیکشون نبودم اظهار نظر نمی‌کنم تو این زمینه. ولی اون زمان، ولی خب این تناقض که حالا صرف نظر از اون شکل اعلامش و شکل پیشرفتن ماجراها، همین که برای این تناقضی که توی کله امثال عبدی بوده چند سال بعدش به شکلی دیگه بروز کرده، خودش رو نشون داده، یا تحول در درون مجاهدین لاجرم جز ذات به اصطلاح حرکتی مجاهدین بود. سازمان مجاهدین همواره این مسئله درونش بود و این تحول پیش میمد، متاسفانه به شکل بدتری شکل ممکن پیش رفت و ولی لاجرم بود. این پیش نمیشد بگی که نمیشه، هر تیکی از مجاهدم جدا میشتن ممکنه بعدش باز هم حالت درش به وجود میاد، تا موقعی که مسئله شون با قول معروف هر دو طرف حل نکنن. حتی ما اون اوائد زد من سال 50 بود، هنوز
از توی فلسطین بودیم، از اردوگاه ها بود، از پایگاه ها اومده بودیم، توی بیروت بودیم، دوران انتقالی بود که برای اومدن به ایران. اونجا فرصت بود و ما نشستیم گفتیم خب حالا فرصت هست، صبح بعد از صبحونه و عرض چه فلانی هست بشیم بحث بکنیم. ما حدود 16 نفر از کادر مجاهدین بودیم در اونجا. روز سوم به اصطلاح بحثمون عملا دو سه شب شدیم، نمیتونستیم به توافق برسیم. مثلا رسول مشکین فام و بچه های دیگه یارایشون خیلی روشن و مشخص بود، یارایش چپ داشتن. بعضی بچه ها مثل موسی خیابان اینا بیشتر رو چیزی مذهبی تاکید میکردن، یعنی هر جا هر حرکتی میشد بلافاصله همه جای خودشون نشون میداد. و بی خود نبود که رسول مشکین فام در سال 51 قبل از اعدامش تو سلولا بودیم، منم بودم، اونم بود، اون با مدن افجاز بود، من با سعید واسه توی سلولی بودیم و هم و رسما مطرح کرد موضوع خودشو، موضوع مارکسیست بودن خودشو. یعنی این مسئله تغییر ایدئولوژی مجاهدین یک شبه نبود، کودتا نبود، نمیدونم دخالت خارجی نبود، یه پروسه طولانی بود. از 44 شروع شد به 54 رسید. 54 گفتم متاسفانه شرایطی که پیش اومد یا شرایط گرش قرار گرفته بودن به شکل بسیار نامناسب این قضیه مطرح شد و پیش رفت. خب وقت بعد این آقای نیکبین در بعد از انقلاب در تهران بود، بعد توی این ماجراهای سال 60 و اینها خب فعالیتی نداشت، نه؟ ولی برخورد جمهوری اسلامی با اون چگونه بود؟ شما هیچ خبر دارین؟ من والا حقیقتا عبدی رو بعد از اینکه از زندان آزاد شدم بعد از انقلاب یک بار بیشتر ندیدم. و ولی خب نظرات سیاسیش خودش داشت، نظرات سیاسیش در رابطه با حاکمیت هم روشن بود، ارتجاعیت حاکمیت رو میگفت، هیچ پروایی نداشت، ولی اهل فعالیت سیاسی اون چیزی که برد نظر من نبود. ولی خب به صورت که به عنوان یه آدم سابقه دار، یه آدم ریشتفید و دارون، یه حالت محفلی دورش همیشه وجود داشت. من الان دقیق یادم نیست که جمهوری اسلامی چه برخوردی باش کرد. تو ذهنم اینه که دقیق نمیدونم، مطمئن نیستم، تو ذهنم اینه که بازداشتش نکردن یا برحال زیر نظرش که داشتن بیرون چی کار میکنن. کما اینکه عبدی سال 50 موقعی که مجاهدین که بعدن اسمشون شد مجاهدین ضربه خوردن همگی، سواک باور نکرد حرفهای بچه ها در رابطه با عبدی، گرچه حرفایی که تو بازجویی گفته بودن، حالا میگم که همش برای نجات جان عبدی بود. عبدی رو کاملا سواک زیر نظر گرفت و فکر میکرد که به هر حال این متفکر سازمان بوده، بعد از این ضربات با بچه هایی که باقی موندن ممکنه بخواد همکاری بکنه یا به هر حال ارتباطی داشته باشه. دو سال اینا زیر نظر گرفت، وقتی مطمئن شد که ارتباطی نداره اونو دستگیر کرد و تقریبا 18 ماه محکومش کردن و بعدم بیش از یک سال خورده هم ملی کشی کرد، چون ازش خواستن که به اصطلاح همکاری بکنه. خب اونم تحت این شرایط همکاری کرد و نگفت به رژیم شاه. در کتابی که وزارت اطلاعات منتشر کرده درباره سازمان مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام، تحت عنوان مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، اونجا به نقل از حسین روحانی گفته شده که عبدی به دلیل ضعف انگیزه مبارزاتی و رویه انفعالی از سازمان کناره‌گیری کرده بود. البته خودشون بعدا این رو رد کردن، گفتن به نظر نمی‌رسه که صحیح باشد. عرض کنم حضورتون، حالا نظر حسین به چه دلیلی گفته من نمیدونم، ولی من اونجایی که خودم بودم، برخوردی که خودم داشتم غیر از این بود. عبدی همون که عرض کرده مسئلهش مسئله ایدئولوژی بود و میگفت که این ایدئولوژی پاسخگو نیست، مسئلهش مسئله شرایط سیاسی بود، میگفت شرایط انقلابی نیست و در واقع به رکود و بنبست سیاسی رسیده بود تو اون مقطع.
و سه تا پیشنهاد اساسی مطرح میکرد که اون جلسه که عرض کردم، جلسه که کادرها نشستن روش صحبت کردن و بین در رابطه با عبدی بچه ها نظرشون چی هست، اونجا سه تا پیشنهاد مطرح کرد. یه پیشنهاد چی بود؟ که ما همه انرژی رو جمع بکنیم بریم شاه ترور کنیم تو لولای اتصال کلیه جناح‌های حاکمیت، اگر این لولا بشکنه ممکنه تغییر تحولاتی وجود بیاد و شرایط مناسب بشه. چون خب رد شد، یعنی امکان پذیر نبود و دلایل زیادی بود دیگه، که بحث ما اصلا این بود که ترور فردی به جایی نمیرسه و مسئله به قول معروف انقلاب مردمی مرد نظامی. یه بعد مثلا میکرد که خب حالا که اینجا نمیتونیم مبارزه بکنیم، بیایم همگی بریم فلسطین یا ویتنام، اونجا مبارزه زیدن فلسطین بوده در جریان، شرکت بکنیم در اونجا و پس از این که تجاربشی کسب کردیم هر موقع که شرایط مناسب شدی رو از این تجارب بیم استفاده بکنیم. میلم باز مورد قبر قرار نمیگرم. سرانجام پیشنهاد داد به همه بچه ها بیم که آواز اینطوریه، اوضاع سیاسی اینطوری، ما میبینیم شما خودتون میدونیم، در واقع پیشنهاد انحلال جمع داد که این یکم رد شد. مسئولش اینا بود. توی بازجویی البته توی بازجویی بچه ها به ویژه محمد انفجا، سعید محسن، برای که بتونن چنگال خونین سواک از جان عبدی دور بکنن میگفتن آره این به اصطلاح منفعل شده بود، این نمیدونم مسئله ازدواج داشت، این نمیدونم سر داشت، این چیز مطرح کرد و میخواستن که به اصطلاح اونو به اصطلاح واردش نکنن. اون رفته بر چیزی داره در واقع برای حفظ جان اون، طبیعتا تو بازجویی حرف زده میشه و گفته میشه. اونا هیچ سندیتی نداره حرفی تو زیر بازجویی دادن. حالا حسین روحانی هم البته تا اونجایی که یادم میاد اون موقعی که عبدی رفت بودش، یک سال نیم بعدش رفت خارج، دو سال یک سال نیم بعدش، بله، ولی اون موقع بودش. ولی چرا این حرف زده؟ اینا دیگه بعد از اون پردی. شما بعد شما رفتین فلسطین، بعد چه سالی برگشتین ایران؟ من همون در واقع مهر 50 مهر 50 اومدیم. خب به صورت دستگیر شدیم، یعنی داستان اینطوری بود که شرایط دستگیری تو چجوری بود؟ شما تو شبکه بودین که؟ بله داستان اینطوری بود، تحت کنترل بود. آره به موقعی که بچه ها دستگیر شدن، کسانی که باقی بونده بودن، اصغر بیضانی که دستگیر شد، محمد حنیف نژاد بود و رسول مشکینفان بود و احمد رضایی و یه تعدادی از بچه ها، و که اینا مخصوصاً سازمانشون بودن، اینا نیرو مخواستن و ما تعدادی بودیم هنوز توی به اصطلاح خارج بودیم. نامه فرستادن که هر کدومتون میتونید بیاید و من و همراه با سجلی سید احمدیان اومدیم بلاخره خودمون رسولیم تهران. و قراری که داشتم با رسول مشکینفان قرار اول و قرار دوم با محمد حنیف نژاد رفتیم تو خونه با محمد حنیف نژاد و رسول مشکینفان و احمد رضایی و سید جلیل، اینا تو اون خونه بودیم و البته یه نفر دیگه هم بود حیاتی که بودم تو اون خونه، چون امکان اون ساخته بود از طریق حاج محمودی که اونم خودش تیروارو شد تو جمهوری اسلامی. اونجا ما در حال بحث و بررسی و تبادل به اصطلاح تجارب خارج و داخل بودیم و قرار بود سازماندهی جدید صورت بگیره و این جمع جدید بتونه به اصطلاح تشکیلات رو جمع جور بکنه. تو همین مرحله بودیم که یکی از رفقا رسول مشکینفان برای که اطلاع بده به خارج وضعیت منو و فکر میکرد در خارج بچه خارج که من تو مرز مثلا اتفاق برام افتاده، میخواست اطلاع بده که اینجا هست، تماس گرفت با رفیقی که اون ارتباط داشت با یکی از مسئولون بسیار اداری تلفن تهران بود. اون از اونجایی که با بچه های رفقای فدایی، رفقای سیاهکرد، فاضلی اینا ارتباط داشت، این مورد زن سباک بود، از این طرف عضو مجاهدین بود، از طرف مورد زن سباک بود. ساش تمام اینجا متمرکز کرده بود رو این به عنوان رابط دوتا سازمان و همینجا رسول موقعی که تماس میگیره این سرنخ لو میره، رسول رو تعقیب میکنن، میرسن به اون خونه که
ما بودیم. همینجا یک نقطه لازم عرض کنم که این خونه هیچ کس از بچه‌هایی که زندان بودن خبر نداشتن. این خونه به اصطلاح محمد که ما 4-5 تا اونجا بودیم هیچ کدوم از بچه‌های زندان خبر نداشتن. این از این زاویه میگم که مدتی قبل آقای مصداقی با یه سوالی صحبت کرده و گفته مسعود رجوی با ما همکاری کرد و این ما رو برد خونه حنیف نژاد نشون داد، ریختیم حنیف نژاد و اینا رو گرفتیم. درچه اصلا این دروغ محض هم چیزی نبود. حالا رجبی هر کس باشه هر چی باشه ولی این واقعیت نداره. واقعیت همین بود که رسول رفت تماس گرفت با اون، اونا زیر نظر بودن، تحت تعقیب بودن، اونو دنبال کردن، دو تا تماس پیدایی هم متاسفانه رسول گرفت با اون تحت تعقیب. ما تو خیابون خراسان بودیم، تو میدون خراسان خیابون قیاسی. اونجا صبح زود ساعت فکر میکنم 4-5 صبح بود رفتن تو خونه، همه ما رو گرفتن. از قبل از اینکه چون ماه رمضان بود، احمد رضایی قبلش بوده شاید یه ساعت سرو به قبلش از خونه خارج شده، ما همه تو خونه بودیم. اونا ساک ریخت و خونه رو دستیر گرفته. من بودم، رسول مشکیفان بود، سیجلی سید احمدیان بود، محمد حنیف نژاد بود و محمد حیاتی که اونجا اونم توی اتاق دیگه بود و خود صاحبخونه که حاجت ها محمودی هم بودش. این بود اصل جریان دستگیری. شما اون موقع مسلح نبودین؟ جانم؟ مسلح نبودین؟ نه ما چیزی داشتیم با خودمون. تو مرز ایران که وارد شدیم یه جا تحت چیز قرار گرفتیم و اونا رو با قول معروف از این رفت اومدیم. اون خونه مسلح نبود، اون خونه قرار بود موقت برای یک هفته ما اونجا بشینیم، مسائل اونو حل و فصل بکنیم بعدم جدا بشیم. نه خود حنیف نژاد اینا چی؟ این اون موقع اونا هم مسلح نبودن؟ نه احمد رضایی همون که گفتن زودتر رفت، اون رفت که به تعدادی که اونجا هستیم اسلحه بیاره که بعد اصلاحی به قول فردی اونم هر کنون داشته باشیم و تقسیم مسئولیت ها تقریبا شده بود و هر کس برسه برنامه شاخه خودش که این قضیه اتفاق داره. اگر ممکن بود مثلا قرار بود اون روز اصلاحی به ما برسه و داشته باشیم ولی اونجا اون لحظه نه، هیچ کنون اصلاحی نداشتیم. آقای آوخ خیلی شما این داستان داشتین تعریف کردین و شیرین و اینا، منتها وقت ما هم دیگه رو به پایانه. باشه در یک فرصتی دیگه جنبه های دیگه از خاطرات شما رو بشنویم، به اضافه بخصوص اینا بخشی از تاریخ ماست، تاریخ سازمان های سیاسی، تاریخ شفاهی که از جنبه های مختلف به نظر من خوبی که روایت بشه. صحبت شما رو کمتر شنیده بودم. ممنون از محبت شما سید جان، ولی برطورت آره چیزایی هست مبهم هست و خیلی الان من دیدم که مقصد در این شرایط که رژیم جمهوری اسلامی با تمام وجودش، با کتاب نوشتنهاش، با روزنامه مجلاتی مثل نمیدونم حالا اسمش گوشتن برنامه یا گندنامه یا هر نامه هر چیز داریم را انداختن اینا و فیلم هایی که میبینیم اینا با تمام توانشون دارن تاریخ رو تحریف میکنن و این کار شما واقعا به فرصت بکنید و این کار رو میکنید کار بسیار ارزنده است در مقابله با تحریف تاریخی که جمهوری اسلامی پیشه کرده و از اون طرف هم ببینیم که سلطنت طلبها دارن همین کار رو انجام میدن. در واقع آگاهانه یا ناآگاهانه دستشون توی یک کاسه است. من به سر سپاسگزارم از شما. ممنون از محبت. روزتون بخیر. با سلام شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری، موضوع بیکاری و سونامی بیکاری یکی از بزرگترین چالش های مردمان ایران امروز و فردایی است که می آید و این موضوع رو با رفیقم بهروز خباز در میان می‌ذارم. سلام بر تو بهروز جان. سلام رفیق علی عزیز. پیشبینی میشه که تا سال 1400 بیکاری به 26% برسه. بسیاری این 26% رو
بیش از آن که یک آمار بدونم از زندگی های در بحران و گرسنگی و فقر و فلاکت میبینم. میلیون ها انسانی که آیندهی در مقابل ندارن. ارزیابی شما از این آمارهای انتشار یافته در مورد بیکاری چه هست؟ خب آقای روحانی در واقع در آمارسازی ها دست آقای احمد نژاد رو از پشت بست، چون در عرض یک ماه تورم یک رقمی شد و ایشون حالا گذشته از اینکه 100 روزی قول داده بودن به هیچ وجه عملی نشد، اما حالا شرق صحبتش فروردین امسال روز شرق گفته که رکود بیکاری و تورم کاهش نخواهد یافت، بالا خواهد رفت. سال گذشته 12.4% اعلام شد نرخ بیکاری در ایران. منابع مستقل، اقتصاددانان مستقلی همچون آقای رئیس‌دانا صحبتش اینه که آمارهای واقعی خوب اعلام نمیشه و به مراتب بیش از این هاست نرخ بیکاری. در محتاطانه ترین نگاه به مسئله بیکاری، نرخ بیکاری رو منابع مستقل تخمین میزنن بیش از 27-28% باشه. خب در این میان شما بیش از پیش شاهد بسته شدن کارخانجات هستی، باعث اخراج سازی هستی، چون مقوله اخراج سازی از قدیم بود. اخراج سازی در واقع مافیای اقتصادی که بعدا به اون اشاره خواهم کرد، در واقع یک ورشکستگی کاذب ایجاد میشه در کارخانجات که کاربری اون مکان رو، مکان تولیدی رو مثلا به مسکن انبوه‌سازی و مسکن تغییر بدن، یا مثلا فروشگاه تجاری بسازن. خود الکتریکی کارخونه الکتریکی رشت شامل همین قضیه شد. بنابراین در واقع این شرایط کیبرکی که در رابطه با اقتصاد وجود داره کبر مردم و اخشار زحمتکش رو تا به حال شکنده و خواهد شکست ناگفته نمونه. به گفته معاون وزیر کار 40% اقتصاد ایران قابل ردیابی نیست، یعنی اون بخشی که این همون بخشی که به بیت رهبری مربوط میشه، به بیت‌های مختلف مربوط میشه، به بنیادها مربوط میشه که به هیچ وجه در واقع ملزم به پرداخت مالیات نیستن، منابع مالیشون اعلام نمی‌کنن و خب تاکیدشون بر وارداته. بنابراین تمامی اینها خب توی کشوری که همه چی رو رواله، مردم و اخشار تحتانی اون جامعه مینالن. حالا فکرشو بکن توی جامعه ایران با این همه رکود و تورم بیاد 40% اقتصاد ایران هم قابل ردیابی از زبان دولتی نباشه، ببین تو اون مملکت دیگه چه خبره. آمارسازی ها به طور واقعی چیز، شما اشاره کردید به احمد نژاد و بعد روحانی، آمارسازی ها یک چیز اصلا عجیب و غریبیه. در حالی که دولت اعلام میکنه 12%، قالیباف شهردار تهران یا شاید الان بعدن بشه صابر از 27% میگه. موقعی که مرکز پژوهش های مجلس از 26% بیکاری میگه، 16-26% میگه. بعد این زمانیه که میگم که میزان اشتغالزایی در بهترین حالتی که برنامه های اقتصادی به خوبی اجرا بشه، آشفتگی های بازار حل بشه،
و سرمایه‌گذاری هایی که در همین بخش های مخفی هست به طور واقعی بره توی تولید، میتونه 950,000 شغل ایجاد کنه. یعنی توی 4 سال مثلا نزدیک مثلا یا 6 سال 4,750,000 تا شغل ایجاد میشه. این در حالیه که سالانه 950,000 نفر وارد بازار کار میشن و ما از یک موج 7 میلیونی بیکارانی داریم صحبت میکنیم که تحصیل کردن و هیچ آینده شغلی ندارن. این موقعیت چه تصویری در مقابل میده؟ چون همه از یک سونامی میگن. وقتی شما یک پدیده ای رو به نام سونامی، یعنی یک در واقع اینقدر مخرب و تخریبزا در واقع ارزیابی میکنید، اینا چیه؟ چه چیزی رو بیان میکنه توی جامعه ما؟ دقیقا درست گفتی، سونامیه. ولی این سونامی به نفع کیه و به ضرر کیه؟ ببین، در شرایط فقدان یک جنبش اجتماعی، این به عنوان عامل بازدارنده در اتاق جنبش کارگری محسوب میشه که تا به حال بوده و از این به بعدم تا زمانی که این جنبش وجود نداشته باشه خواهد بود. بنابراین یکی از عوامل در کنار مسئله کاهش قدرت خرید، در کنار مسئله تورم، در کنار مسئله تعطیلی کارخانجات و مسئله بگیر و ببند ها و تهدید و ارعاب و اختناق که اصلی ترینه، مسئله بیکاری یکی از عوامل مهم بازدارنده محسوب میشه در برابر جنبش کارگری ایران. یعنی من یک جایی گفتم اساساً دولت به نفعش، حتی اگر توانش هم داشته باشه، حتی اگر این تصویری که ما از اقتصاد ایران داریم میدیم نباشه، دولت میخواد که درصدی از بیکاری باشه دقیقا مهار بکنه، هم بهار کنه و هم در واقع. چون مسئله، من برای این سوال کردم که این سونامی یک عامل تخریبزاست در همه عرصه‌های اجتماعی، یعنی تخریبگر توی زندگی واقعی انسان‌هایی که ناناورشون آینده کاری نداره و نمیتونه تأمین کنه زندگی و معیشته، یعنی یک خانواده نابود میشه، در مجموعش بسیاری ها نابود میشن، یعنی جامعه از توان پیشروی در واقع محروم میشه، فاقد اینه که بتونه از ابزارها و امکاناتی که در اختیارش هست بتونه استفاده کنه، جامعه رو به پیش ببره، زندگی ها رو بهتر کنه. چون آمارها گفته میشه ولی آمارها جان نداره موقعی که در کاغذ یا در رسانه ها مطرح میشه، ولی این آمارها وقتی وارد زندگی اجتماعی میشه، اون اعداد به جان تبدیل میشه، به زندگی ها تبدیل میشه دیگه. اون مثلا 7 میلیون نفر، این 7 میلیون نفر میشه حسن و حسین و تقی و شکوفه و حسن و حسین و امثال هم، یعنی به آدم هایی که خانواده های معینی هستن که آینده ای ندارن و این نقش تخریبگرش رو مخواستم نمیزن چطوره. و شما به چیز اشاره کردید که به درستیه، یعنی موقعی که بیکاری هست قدرت رقابت بین کارگرها کاهش پیدا میکنه علیه سرمایه دار، برای اینکه بتونه بهبود بده بزنه رقابت، به جای اینکه بیفته به یک جنگ طبقاتی، به یک جنگ رقابت بین کارگر بیکار و شاغل تبدیل میشه در موقعی که و اونو میتونن چنان که شده و شده و شما میتونن کارگر رو راحت تر خاموش کنن، به قول شما این واحد تولیدی رو تغییر کاربر میدن
میشه به یک مسکن تبدیل میشه، جای دیگری کارخانه یا محل کاری تولید میشه، خدماتی یا غیر خدماتی تولید میشه با کارگران جدیدی که همه در واقع با قراردادهای سفید امضا یا پیمانکاری یا قطع کاری یا امثال هم خودشون را سازمان میدن. این چه تأثیری داره این تصویر در موقعیت طبقه کارگر برای بهبود موقعیت خودش تو جامعه ما؟ متاسفانه پارامتر بسیار مهمیه، یعنی اینکه ما همکاران اون موقعی که من به هر حال در ایران بودم 6-7 سال پیش کار میکردیم، همکاران بسیار محافظه‌کاری داشتیم، در حالی که در واقع علاقه من بودن که رونق بگیره فعالیت های کارگری، ولی میگفتن که میلیون ها بیکار، میلیون ها فنی، کارگر فنی متخصص بیرون ریخته و حاضرن با حداقل دستمزد کارگر ساده کار کنن. این در واقع به فکر فرو میبره آدم رو که خب این حالا این عامل عامل بسیار مهم و بازدارنده است. در ارتباط با این چه کار میشه کرد؟ آره دقیقاً سوال مهمی. این رو چطور میشه از این حالت درش آورد و بر علیه سرمایه به کار گرفت؟ من فکر کنم یک سازمانیابی اجتماعی پشت این قضیه میتونه فقط و فقط جواب بده. ما الان دولتی نیستیم، ما کارگریم، ما تو کارخونه کارگاه کار میکنیم، ما مستاجریم، ما به زمین و زمان بدهکاریم. این ما در رابطه با اون مافیا هیچ کاری نمیتونه بکنه، در رابطه با اون سیاست ها هیچ کاری نمیتونه بکنه. ما فقط و فقط فعلا میتونیم خودمون از خودمون دفاع بکنیم، از یک زندگی معیشت انسانی دفاع بکنیم و اون دست بردن به یک سازمان یابی اجتماعیه. اون هم خب تو شما خودت خبر داری در شرایط بگیر و ببندهای ایران که یک سندیکای مثل سندیکای واحد اون همه فشار پشتش بوده، اون همه آسیب دیده و به هر حال داره مسیر خوش ادامه میده، چه وضعی پیدا کرده؟ یا مثلا سندیکای هفت تپه که دیگه واقعا الان متاسفانه فقط نامی ازش مونده. به نظر من در این میان دست بردن به یک شیوه، به یک متد سازمان یابی و سازماندهی در ارتباط با مسئله بیکاران، بیکاران محلات، بیکارانی که جلو کارخانجات جمع میشن، به هر حال علی جان ما امروز یا فردا باید به این سمت بریم. من نمیگم تو این رابطه در کوتاه مدت اتفاق مهمی خواهد افتاد در رابطه با سازمان یابی، ولی الان تجارب سازمان یابی در جنبش کارگری ایران به ما چیزهای خوبی، درسهای خوبی آموخته. مثلا ما در رابطه با کار شبکه‌ای در جنبش کارگری کار کردن دوستان و میدونن کار شبکه‌ای و نطفه‌ای چیه، احتیاجی نیست که برن به سمت تشکیلات سراسری بخوام بزنن. بنابراین سازماندهی کارگران محلات و کارگرانی که تجمعات بیکاران جلوی مقابل کارخانجات و استانداری ها و میدون های مختلف هست، اینها میتونه کارساز باشه. مسئله یک نشریه تکبرگی دو صفحه‌ای در رابطه با بیکاران در پاتوخ های مختلف میتونه کارساز باشه. همه و همه میتونه عزیمتی داشته باشه به سمت اون سازمان یابی که گفتم. چون به طور واقعی شما از یه تجربه اجتماعی گفتید، یعنی یه تجربه‌ای که اینا باید استفاده بکنن، یعنی کارگر موقعی که سرنوشت مشترک پیدا میکنه در موقعیتی که هیچ چشمنداز بهبود اقتصادی نیست، در موقعیتی که یک آشفتگی بزرگ برای برنامه ریزی برای غلبه بر این به اصطلاح سونامی در مقابل هست و موقعیتی که بسیاری از این کارگران آماده به کار بسیار باسوادن، بسیار
جامعه رو میشناسن، خودشون رو میشناسن، میخوان برای بهبودشون بهبود زندگیشون عمل کنن، اشتراکات بسیار زیادی دارن. یعنی اشتراکاتی که بتونه راههایی رو برای بهبود موقعیت خودشون به مثابه یک جمع سازمان بده. اگرچه اون آمارها موقعی که وارد زندگی میشه به خانوارهای کارگری، به خانوارهای مردم فقیر و دردمند سازمان پیدا میکنه و شکل میگیره، در این حال میتونه باز بازتاب این درد مشترک میتونه اون آمارها رو به عقب برونه. یعنی دولتی رو که اکثریت بودجش رو نهادها غارت میکنن، توی نهادهای امنیتی و نهادهای نظامی و نهادهای ایدئولوژیک حکومتی و روحانی در واقع در حال غارت شدن و حیف و میل شدنه، یعنی فشارهای اجتماعیه که میتونه این قضیه رو در واقع پیش ببره. و شما از نشریه های دو صفحه‌ای گفتید و من فکر میکنم که اینقدر الان همین تلگرام و واتساپ و در واقع شبکه های اینترنتی راه‌هایی رو باز کرده که بتونه این ارتباطات به شکل بسیار بسیار لغزان در واقع وسیع بتونه عمل کنه، اینها رو به هم پیوند بده، روی دردها و تصویرهای مشترکی که این طبقه داره این تصویرها رو عمومی کنه، تصویرها رو در مقابل این موقعیت نهادهای حکومتی قرار بده، گورخواب‌ها رو در مقابل در واقع این محل قبر خمینی قرار بده، مدرسه فیضی و مدارس روحانی رو در مقابل کفرنشین‌ها و خانه‌های ویران قرار بده. با نشان دادن این تصویرها بتونه جامعه رو برانگیزه، جامعه رو متشکل کنه در مقابل غارتگرانی که زندگی اونها رو دارن غارت میکنن، بهش رو بهشون میفروشن به نسیه تا جهنمی رو در زندگیشون میکنن. به این لحاظ کارگری که کار میکنه و آینده ای نداره با قرارداد سفید، اون باید در کنار جوان جویای کاری قرار بگیره که آینده ای در مقابل خودش نمیبینه. این بی آیندگیه که نظام سازمان داده بتونه یه شکلی بگیره، یعنی اون شکل واقعی بگیره که مارش و نبرد عمومی رو بتونه سازمان بده و در بحران، نه فقط در بحران سونامی بلکه در بحران عمومی کشور که میره کشور رو تلاشی، ایران رو به تلاشی وادار کنه، میتونه غلبه بکنه. با اینو اگر نکته ای هست بگیم ممنون میشه. ممنون. همه اینا رو که گفته دقیق و درسته. ما هیچ راهی نداریم به غیر سازماندهی و سازمانیابی خودمون. ما باید متشکل باشیم و این زمان خواهد بود بدیهی، ولی حتما راههایی هست در همین ارتباط، همونطور که اشاره کردی به تلگرام و امروز در دسترس خوشبختانه تا اطلاع ثانوی که بخوان یه بلای سرش بیارن و امکانات تکنولوژیک اینترنت هست، وجود داره، میشه استفاده کرد و خب کارگران در کارخانجات بهش دسترسی دارن. بنابراین پرداختن به مقوله بیکاری و عزیمت به سمت یک جنبش اجتماعی در رابطه با بیکاران سهل و آسان نیست، اما امکان پذیره در پروسه. ما امیدواریم در سالهای آینده شاهد تولد چنین جنبشی باشیم. امیدوارم.